به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده نیست، همان کسی که کتاب را به حق بر تو نازل کرد که با نشانه های کتب پیشین منطبق است، و تورات و انجیل را پیش از آن برای هدایت مردم فرستاد، و نیز کتابی که حق را از باطل مشخص می سازد نازل کرد. کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شدیدی دارند، و خداوند برای کیفر بدکاران و کافران لجوج توانا و صاحب انتقام است. هیچ چیز در آسمان و زمین بر خدا مخفی نمی ماند. او کسی است که شما را در رحم مادران آنچنان که می خواهد تصویر می کند. معبودی جز خداوند توانا و حکیم نیست. او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات محکم است که اساس این کتاب می باشد، و قسمتی از آن متشابه است، آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر در نگاه اول احتمالات مختلفی در آن می رود، ولی با توجه به آیات محکم تفسیر آنها آشکار می گردد. اما آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند و تفسیر نادرستی برای آن می طلبند، در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. می گویند ما به همه آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست، و جز صاحبان عقل متذکر نمی شوند. راسخان در علم می گویند پروردگارا، دلهای من را بعد از آن که ما را هدایت کردی از راه حق منحرف مگردان، و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده ای. پروردگارا، تو مردم را برای روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد، زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. ما به تو و رحمت بی پایانت و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم. ثروتها و فرزندان کسانی که کافر شدند نمی تواند آنان را از عذاب خداوند باز دارد و از کیفر رهایی بخشد، و آنان خود آتشگیره دوزخند. عادت آنان در انکار و تحریف حقایق همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند و خداوند آنها را به کیفر گناهانشان گرفت، و خداوند سخت کیفر است. به آنها که کافر شدند بگو از پیروزی موقت خود در جنگ احد شاد نباشید، به زودی مغلوب خواهید شد، و سپس در رستاخیز به سوی جهنم محشور خواهید شد، و چه بد جایگاهی است. در دو گروهی که در میدان جنگ بدر با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتی برای شما بود. یک گروه در راه خدا نبرد می کرد و جمع دیگری که کافر بود در راه شیطان و بت، در حالی که آنها گروه مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بودند می دیدند. و خداوند هر کس را بخواهد و شایسته بداند با یاری خود تأیید می کند. در این عبرتی است برای بینایان. محبت امور مادی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت، از طلا و نقره و اسبهای ممتاز و چهار پایان و زراعت
در نظر مردم جلوه داده شده است تا در پرتو آن آزمایش و تربیت شوند، ولی اینها سرمایه زندگی پست مادی است و سرانجام نیک و زندگی والا و جاویدان نزد خداست. بگو آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این سرمایه های مادی بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده اند و از این سرمایه ها در راه مشروع و حق و عدالت استفاده می کنند، در نزد پروردگارشان در جهان دیگر باغهایی است که نهرها از پای درختانش می گذرد. همیشه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه و خوشنودی خداوند نصیب آنهاست و خدا به امور بندگان بیناست. آن کسانی که می گویند پروردگارا ما ایمان آورده ایم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه دار، همانها که استقامت می ورزند، راستگو هستند، در برابر خدا خضوع و در راه او انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می نمایند. خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه ای بر این مطلب گواهی می دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است. دین در نزد خدا اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد اختلافی در آن ایجاد نکردند مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد خدا به حساب او میرسد، زیرا خداوند سریع الحساب است. اگر با تو به گفتگو و ستیز برخیزند با آنها مجادله نکن و بگو من و پیروانم در برابر خداوند و فرمان او تسلیم شده ایم، و به آنها که اهل کتاب هستند و بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ اگر در برابر فرمان و منطق حق تسلیم شوند هدایت می‌یابند و اگر سرپیچی کنند نگران مباش، زیرا بر تو تنها ابلاغ رسالت است و خدا نسبت به اعمال و عقاید بندگان بیناست. کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و نیز مردمی را که امر به عدالت می‌کنند به قتل می‌رسانند، به کیفر دردناک الهی بشارت ده. آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ در دنیا و آخرت تباه شده و یاور و مددکار و شفاعت کننده ای ندارند. آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب آسمانی داشتند به سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در میان آنها داوری کند؟ سپس گروهی از آنان روی می گردانند در حالی که از قبول حق اعراض دارند. این عمل آنها به خاطر آن است که می گفتند آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمی رسد. این افترا و دروغی که به خدا بسته بودند آنها را در دینشان مغرور ساخت. پس چگونه خواهند بود هنگامی که آنها را برای روزی که شکی در آن نیست جمع کنیم و به هر کس آنچه فراهم کرده به طور کامل داده شود و به آنها ستم نخواهد شد؟ بگو بارلاها، ای مالک حکومتها، به هر کس بخواهی حکومت میبخشی و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری، هر کس را بخواهی عزت میدهی
و هر که را بخواهی خار می کنی. تمام خوبی ها به دست توست، تو بر هر چیزی قادری. شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب، و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده، و به هر کس بخواهی بدون حساب روزی می بخشی. افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند، و هر کس چنین کند هیچ رابطه ای با خدا ندارد و پیوند او به کلی از خدا گسسته می شود، مگر اینکه از آنها بپرهیزید و به خاطر هدفهای مهمتری تقیه کنید. خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می دارد و بازگشت شما به سوی خداست. بگو اگر آنچه را در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکار کنید، خداوند آن را می داند و نیز از آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه می باشد، و خداوند بر هر چیزی تواناست. روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر می بیند و آرزو می کند میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله زمانی زیادی باشد، خداوند شما را از نافرمانی خودش برحذر می دارد. خدا نسبت به همه بندگان مهربان است. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. او از خدا و فرستاده او اطاعت کنید، و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی. به هنگامی که او را به دنیا آورد و او را دختر یافت گفت خداوندا من او را دختر آوردم، ولی خدا از آنچه او به دنیا آورده بود آگاه تر بود، و پسر همانند دختر نیست. من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از وسوسه های شیطان رانده شده در پناه تو قرار می دهم. خداوند او مریم را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای نهال وجود او را رویانید و پرورش داد و کفالت او را به زکریا سپرد. هر زمان زکریا وارد محراب او می شد غذای مخصوصی در آنجا می دید. از او پرسید ای مریم این را از کجا آورده ای؟ گفت این از سوی خداست، خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد. آنجا بود که زکریا با مشاهده آن همه شایستگی در مریم پروردگار خیش را خواند و عرض کرد خداوندا از طرف خود فرزند پاکیزه ای نیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی. و هنگامی که او در محراب ایستاده مشغول نیایش بود فرشتگان او را صدا زدند که خدا تو را به یحیی بشارت می دهد، کسی که کلمه خدا را تصدیق می کند و رهبر خواهد بود و از هوس‌های سرکش بر کنار و پیامبری از صالحان است. او عرض کرد پروردگارا
چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟ فرمود: بدین گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام می دهد. زکریا عرض کرد: پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده. گفت: نشانه تو آن است که 3 روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت. پروردگار خود را بسیار یاد کن و به هنگام صبح و شام او را تسبیح بگو. به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است. ای مریم، به شکرانه این نعمت برای پروردگار خود خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن. ای پیامبر، این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را برای قرعه کشی به آب می افکندند تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را عهده‌دار شود و نیز به هنگامی که دانشمندان بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی او با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی و همه اینها از راه وحی به تو گفته شد. یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای از طرف خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است، در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است و با مردم در گاهواره و در حالت کهولت و میانسال شدن سخن خواهد گفت و از شایستگان است. مریم گفت: پروردگارا، چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ فرمود: خداوند این گونه هرچه را بخواهد می آفریند. هنگامی که چیزی را مقرر دارد فقط به آن می گوید موجود باش، آن نیز فوراً موجود می شود و به او کتاب و دانش و تورات و انجیل می آموزد و او را به عنوان رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل قرار داده که به آنها می گوید: من نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان آورده ام. من از گل چیزی به شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم و به فرمان خدا پرندهی می گردد و به اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به برس پیسی را بهبودی می بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم و از آنچه می خورید و در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. مسلماً در اینها نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید. آنچه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می کنم و آمده ام تا پاره ای از چیزهایی را که بر اثر ظلم و گناه بر شما حرام شده حلال کنم و نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان آورده ام. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، او را بپرستید، این است راه راست. هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر و مخالفت کرد گفت: کیست که یاور من به سوی خدا برای تبلیغ آیین او گردد؟ حواریان گفتند: ما یاوران خداییم، به خدا ایمان آوردیم و تو نیز گواه باش که ما اسلام آورده ایم. پروردگارا، به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم. ما را
در زمره گواهان بنویس و یهود و دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش نقشه کشیدند و خداوند برای حفظ او و آیینش چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است. یاد آورید هنگامی را که خدا به عیسی فرمود من تو را برمی گیرم و به سوی خود بالا می برم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدند قرار می دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می کنم. ما آنها که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را مجازات دردناکی خواهم کرد و برای آنها یاورانی نیست. اما آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند خداوند پاداش آنان را به طور کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. اینها را که بر تو می‌خوانیم از نشانه‌های حقانیت توست و یادآوری حکیمانه است. مثل عیسی در نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش. او هم فوراً موجود شد. اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو. بنابراین از تردید کنندگان مباش. هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خیش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم. همان سرگذشت واقعی مسیح است و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند توانا و حکیم است. اگر با این همه شواهد روشن باز هم از پذیرش حق روی گردانند بدان که طالب حق نیستند و خداوند از مفسد جویان آگاه است. او ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعض دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سر باز زنند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. اهل کتاب چرا درباره ابراهیم گفتگو و نزاع می کنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا اندیشه نمی کنی؟ شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید گفتگو و ستیز کردید. چرا درباره آنچه آگاه نیستید گفتگو می کنید؟ و خدا می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. سزاوارترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند. این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند از همه سزاوارترند و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است. جمعی از اهل کتاب از یهود دوست داشتند و آرزو می کردند شما را گمراه کنند. آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان را و نمی فهمند. اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر می شوید در حالی که به درستی آن گواهی می دهید؟ ای اهل کتاب
چرا حق را با باطل می آمیزید و مشتبه می کنید تا دیگران نفهمند و گمراه شوند و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟ جمعی از اهل کتاب از یهود گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید و بازگردید، شاید آنها از آیین خود بازگردند و جز به کسی که از آیین شما پیروی می کند ایمان نیاورید. بگو هدایت هدایت الهی است. تصور نکنید به کسی همانند شما کتاب آسمانی داده می شود یا اینکه می توانند در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند. بگو فضل و موهبت نبوت و عقل و منطق در انحصار کسی نیست، بلکه به دست خداست و به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهد و خداوند واسع و آگاه است. هر کس را بخواهد ویژه رحمت خود می کند و خداوند دارای مواهب عظیم است. در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها بسپاری به تو باز می گردانند و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری به تو باز نمی گردانند مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده و بر آنها مسلط باشی. این به خاطر آن است که می گویند ما در برابر امیین مسئول نیستیم و بر خدا دروغ می بندند، در حالی که می دانند این سخن دروغ است. آری کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیش نماید خدا او را دوست می دارد، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود به نام مقدس او را به بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست. میان آنها یهود کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب خدا زبان خود را چنان می گردانند که گمان کنید آنچه را می خوانند از کتاب خداست، در حالی که از کتاب خدا نیست و با صراحت می گویند آن از طرف خداست، با اینکه از طرف خدا نیست و به خدا دروغ می بندند، در حالی که می دانند آیا هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد؟ سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید، بلکه سزاوار مقام او این است که بگوید مردمی الهی باشید، آنگونه که کتاب خدا را می آموختید و درس می خواندید، و نه اینکه به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید. آیا شما را پس از آن که مسلمان شدید به کفر دعوت می کند؟ و به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران و پیروان آنها پیمان مؤکد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. سپس خداوند به آنها گفت آیا به این موضوع اقرار دارید و بر آن پیمان مؤکد بستید؟ گفتند آری اقرار داریم. خداوند به آنها گفت پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم. پس کسی که بعد از این پیمان محکم روی گرداند فاسق است. آیا
آنها غیر از آیین خدا می طلبند؟ آیین او همین اسلام است و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او تسلیمند و همه به سوی او بازگردانده می شوند. بگو به خدا ایمان آوردیم و همچنین به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است. ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم و در برابر فرمان او تسلیم هستیم. هر کس جز اسلام آیینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است. چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن نشانه های روشن برای آنها کافر شدند و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد؟ کیفر آنها این است که لعن و طرد خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. همواره در این لعن و طرد و نفرین میمانند. مجازاتشان تخفیف نمییابد و به آنها مهلت داده نمیشود مگر کسانی که پس از آن توبه کنند و اصلاح نمایند، زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است. کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر خود افزودند هیچگاه توبه آنان قبول نمی شود و آنها گمراهان واقعی هستند. کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، اگرچه روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان فدیه بپردازند، هرگز از هیچ یک آنها قبول نخواهد شد و برای آنان مجازات دردناک است و یاورانی ندارند. هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند از آن آگاه است. همه غذاهای پاک بر بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه اسرائیل یعقوب پیش از نزول تورات بر خود تحریم کرده بود. بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و بخوانید. بنابراین آنها که بعد از این به خدا دروغ میبندند ستمگرند. بگو خدا راست گفته و اینها در آیین پاک ابراهیم نبوده است. بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود. نخستین خانه ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن نشانه های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن خانه خدا شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه او کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد و حج را ترک کند به خود زیان رسانده. خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. گو ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می ورزید؟ و خدا گواه است بر اعمالی که انجام می دهید. گو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست؟
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر باز می گردانند. و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست؟ و هر کس به خدا تمسک جوید به راهی راست هدایت شده است. کسانی که ایمان آورده اید، آنگونه که حق تقوا و پرهیزگاری است، از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان باشید، و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید پذیرای هدایت شاید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند. مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، آن هم پس از آن که نشانه های روشن پروردگار به آنان رسید، و آنها عذاب عظیمی دارند. عذاب عظیم روزی خواهد بود که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه می گردد. اما آنها که صورت هایشان سیاه شده، به آنها گفته می شود آیا بعد از ایمان کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می ورزیدید. و اما آنها که چهره هایشان سفید شده، در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن می ماند. اینها آیات خداست که به حق بر تو می خوانیم و خداوند هیچگاه ستمی برای احدی از جهانیان نمی خواهد. چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است مال اوست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود؟ شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدند، چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورند برای آنها بهتر است، ولی تنها عده کمی از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند. آنها اهل کتاب مخصوصا یهود هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند جز آزارهای مختصر، و اگر با شما پیکار کنند به شما پشت خواهند کرد و شکست می خورند. سپس کسی آنها را یاری نمی کند. هر جا یافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است، مگر با ارتباط به خدا و با ارتباط به مردم، و به خشم خدا گرفتار شده اند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده، چرا که آنها به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن است که گناه کردند و تجاوز می‌نمودند. آنها همه یکسان نیستند. از اهل کتاب جمعیتی هستند که به حق و ایمان قیام می‌کنند و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را می‌خوانند در حالی که سجده می نمایند. خدا و روز واپسین ایمان می آورند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در انجام کارهای نیک پیشی می گیرند و آنها از صالحانند.
و آنچه از اعمال نیک انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد و خدا از پرهیزگاران آگاه است. کسانی که کافر شدند هرگز نمی توانند در پناه اموال و فرزندانشان از مجازات خدا در امان بمانند. آنها اصحاب دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند. آنچه آنها در این زندگی پست دنیوی انفاق می کنند همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده ببزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده، بلکه آنها خودشان به خویشتن ستم می کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید. آنها از هر گونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. نشانه های دشمنی از دهان و کلامشان آشکار شده و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند از آن مهمتر است. ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید، اما آنها شما را دوست ندارند، در حالی که شما به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید و آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند. هنگامی که شما را ملاقات می کنند به دروغ می گویند ایمان آورده ایم، اما هنگامی که تنها می شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو با همین خشمی که دارید بمیرید. خدا از اسرار درون سینه ها آگاه است. اگر نیکی به شما برسد آنها را ناراحت می کند و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد خوشحال می شوند. اما اگر در برابرشان استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید نقشه های خائنانه آنان به شما زیانی نمی رساند. خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد. و بیاد آور زمانی را که صبحگاهان از میان خانواده خود جهت انتخاب اردوگاه جنگ برای مؤمنان بیرون رفتی و خداوند شنوا و داناست. و نیز بیاد آور زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستی نشان دهند و از وسط راه بازگردند و خداوند پشتیبان آنها بود و به آنها کمک کرد که از این فکر بازگردند. و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند. خداوند شما را در بدر یاری کرد و بر دشمنان خطرناک پیروز ساخت، در حالی که شما نسبت به آنها ناتوان بودید. پس از خدا بپرهیزید تا شکر نعمت او را به جا آورده باشید. در آن هنگام که تو به مؤمنان می گفتی آیا کافی نیست که پروردگارتان شما را به 3000 نفر از فرشتگان که از آسمان فرود می آیند یاری کند؟ آری، امروز هم اگر استقامت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به 5000 نفر از فرشتگان که نشانه هایی با خود دارند مدد خواهد داد. ولی اینها را خداوند فقط بشارت و برای اطمینان خاطر شما قرار داده، وگرنه پیروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است. این وعده را که خدا به شما داده برای این است که قسمتی از پیکر لشکر کافران را قطع کند یا آنها را با ذلت برگرداند تا مأیوس و ناامید بازگردند. هیچ گونه اختیاری درباره عفو کافران یا مؤمنان فراری از جنگ برای تو نیست، مگر اینکه
خدا بخواهد آنها را ببخشد یا مجازات کند، زیرا آنها ستمگرند. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند، و خداوند آمرزنده مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا و سود پول را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید، و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است، و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید. شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند. و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمی ورزند، با این که می دانند؟ آنها پاداششان آمرزش پروردگار و بهشت هایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودان در آن می مانند. چه نیکوست پاداش اهل عمل. پیش از شما سنت هایی وجود داشت، پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. این بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران. و سست نشوید و غمگین نگردید، و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. اگر در میدان احد به شما جراحتی رسید و ضربه ای وارد شد، به آن جمعیت نیز در میدان بدر جراحتی همانند آن وارد گردید، و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می گردانیم تا خدا افرادی را که ایمان آورده اند بداند و شناخته شوند، و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی دارد. و تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند و ورزیده شوند و کافران را به تدریج نابود سازد. آیا چنین پنداشتید که تنها با ادعای ایمان وارد بهشت خواهید شد؟ در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟ و شما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید، سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید. محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمیزند، و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد. هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد، سرنوشتی است تعیین شده. هر کس پاداش دنیا را بخواهد چیزی از آن به او خواهیم داد، و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم، و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند. آنها
هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید سست و ناتوان نشدند و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد. سخنشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تند روی های ما در کارها چشم پوشی کن، قدم های ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. از این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد. آنها تکیه گاه شما نیستند، بلکه ولی و سرپرست شما خداست و او بهترین یاوران است. به زودی در دلهای کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی را برای خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس می افکنیم و جایگاه آنها آتش است و چه بد جایگاهی است جایگاه ستمکاران. خداوند وعده خود را به شما درباره پیروزی بر دشمن در احد تحقق بخشید، در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل می رساندید و این پیروزی ادامه داشت تا اینکه سست شدید و بر سر رها کردن سنگرها در کار خود به نزاع پرداختید و بعد از آن که آنچه را دوست می داشتید به شما نشان داد نافرمانی کردید. بعضی از شما خواهان دنیا بودند و بعضی خواهان آخرت، سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند و او شما را بخشید و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد. به خاطر بیاورید هنگامی را که از کوه بالا می رفتید، به عقب ماندگان نگاه نمی کردید و پیامبر از پشت سر شما را صدا می زد. سپس اندوه ها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد. این به خاطر آن بود که دیگر برای از دست رفتن غنایم جنگی غمگین نشوید و نه به خاطر مصیبت هایی که بر شما وارد می گردد. و خداوند از آن چه انجام می دهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه آرامشی بر شما فرستاد. این آرامش به صورت خواب سبکی بود که در شب بعد از حادثه احد گروهی از شما را فرا گرفت، اما گروه دیگری در فکر جان خیش بودند و خواب به چشمانشان نرفت. آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت درباره خدا داشتند و می گفتند آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می شود؟ بگو همه کارها و پیروزیها به دست خداست. آنها در دل خود چیزی را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند. می گویند اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر هم در خانه های خود بودید، آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود قطعاً به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدند و آنها را به قتل می رساندند. و اینها برای این است که خداوند آنچه در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچه را در دلهای شما از ایمان است خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینه هاست با خبر است. کسانی از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر در جنگ احد فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند
به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشید. خداوند آمرزنده و بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند کافران نباشید که چون برادرانشان به مسافرت می روند یا در جنگ شرکت می کنند می گویند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. شما از این گونه سخنان نگویید تا خدا این حسرت را بر دل آنها کافران بگذارد. خداوند زنده می کند و می میراند و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید زیان نکرده اید، زیرا آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها در طول عمر خود جمع آوری می کنند بهتر است. و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور می شوید. برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما را یاری کند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل کنند. گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند، در حالی که ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند و هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود به صحنه محشر می آورد. سپس به هر کس آنچه را فراهم کرده و انجام داده است به طور کامل داده می شود و به همین دلیل به آنها ستم نخواهد شد. آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته؟ و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است. هر کس از آنان درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام می دهند بیناست. خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد. و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. آیا هنگامی که مصیبتی در میدان جنگ احد به شما رسید در حالی که دو برابر آن را در میدان جنگ بدر بر دشمن وارد ساخته بودید گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شماست که در میدان جنگ احد با دستور پیامبر مخالفت کردید. خداوند بر هر چیزی قادر است. و آنچه در روز احد، در روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم روبرو شدند به شما رسید به فرمان خدا و طبق سنت الهی بود و برای این بود که مؤمنان را مشخص کند، نیز برای این بود که منافقان شناخته شوند. آنهایی که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا حداقل از حریم خود دفاع نمایید، گفتند اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد از شما پیروی می کردیم، اما می دانیم جنگی نمی شود. آنها در آن هنگام به کفر نزدیک تر بودند تا به ایمان. به زبان خود چیزی می گویند که در دلهایشان نیست و خداوند به آنچه کتمان می کنند آگاه تر است. منافقان
آنها هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست می گویید. ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است خوشحالند و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند خوشبختند که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت. از نعمت خدا و فضل او نسبت به خودشان نیز مسرورند و می‌بینند که خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی‌کند. آنها که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید اجابت کردند، برای کسانی از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند پاداش بزرگی است. کسانی بودند که بعضی از مردم به آنان گفتند مردم برای حمله به شما اجتماع کرده اند، از آنها بترسید. اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. به همین جهت آنها از این میدان با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند، در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. این فقط شیطان است که پیروان خود را می ترساند. از آنها نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید. کسانی که در راه کفر شتاب می کنند تو را غمگین نسازند. به یقین آنها هرگز زیانی به خداوند نمی رسانند. به علاوه خدا می خواهد آنها را به حال خودشان واگذارد و در نتیجه بهره ای برای آنها در آخرت قرار ندهد و برای آنها مجازات بزرگی است. کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند هرگز به خدا زیانی نمی رسانند و برای آنها مجازات دردناکی است. آنها که کافر شدند و راه طغیان پیش گرفتند تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم به سودشان است. ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده شده است. چون این نبود که خداوند مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. و نیز چون این نبود که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند، ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمی‌گزیند. پس به خدا و رسولان او ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی برای شماست. آنی که بخل می‌ورزند و آنچرا خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق نمی‌کنند گمان نکنند این کار به سود آنهاست، بلکه برای آنها شر است. به زودی در روز قیامت آنچرا نسبت به آن بخل ورزیدند همانند طوقی به گردنشان می افکنند و میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. خداوند سخن آنها را که گفتند خدا فقیر است و ما بی نیازیم شنید. به زودی آنچرا گفتند خواهیم نوشت و همچنین به ناحق کشتن پیامبران را می نویسیم
و به آنها میگوییم بچشید عذاب سوزان را در برابر کارهایتان. این به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده و نتیجه کار شماست و به خاطر آن است که خداوند به بندگان خود ستم نمی کند. اینها همان کسانی هستند که گفتند خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا این معجزه را انجام دهد، یک قربانی بیاورد که آتش صاعقه آسمانی آن را بخورد. بگو پیامبرانی پیش از من برای شما آمدند و دلایل روشن و آنچه را گفتید آوردند، پس چرا آنها را به قتل رساندید اگر راست میگویید؟ پس اگر این بهانه جویان تو را تکذیب کنند، چیز تازه ای نیست، رسولان پیش از تو نیز تکذیب شدند، پیامبرانی که دلایل آشکار و نوشته های متین و محکم و کتاب روشنی بخش آورده بودند. هر کسی مرگ را می چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. آنها که از آتش دوزخ دور شده به بهشت وارد شوند، نجات یافته و رستگار شده اند و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست. یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده و همچنین از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید، و اگر استقامت کنید و تقوا پیش سازید، این از کارهای مهم و قابل اطمینان است. و به خاطر بیاورید هنگامی را که خدا از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید، ولی آنها آن را پشت سر افکندند و به بهای کمی فروختند، و چه بدمتاعی می‌خرند. گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می‌شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز تواناست. سلمن در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های روشنی برای خردمندان است. آنها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند بارالها اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار. پروردگارا هر که را تو به خاطر اعمالش به آتش افکنی او را خار و رسوا ساخته ای و برای افراد ستمگر هیچ یاوری نیست. پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید، و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمی کنی. خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر. آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند
و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغهای بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاریست وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. رفت و آمد پیروزمندانه کافران در شهرها تو را نفریبد. این متاع ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است. ولی کسانی که ایمان دارند و از پروردگارشان می پرهیزند، برای آنها باغهایی از بهشت است که از زیر درختانش نهرها جاری است، همیشه در آن خواهند بود. این نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها می رسد و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است. اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل گردیده ایمان دارند، در برابر فرمان خدا خاضع اند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. پاداش آنها نزد پروردگارشان است. خداوند سریع الحساب است. کسانی که ایمان آورده اید، استقامت کنید و در برابر دشمنان پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید.